demande que vous reconnaissiez ce... آن هویت و شناسنامه هر ملتی است. ملتی زنده است که زبانش زنده باشد. در چند روز گذشته اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشستی با نهادهای حکومتی مخالفت خود را با آموزش سایر زبانها اعلام کردند. این موضع در واکنش به سخنان علی یونسی دستیار حسن روحانی است که اواخر ماه گذشته از آموزش زبان مادری در دستور کار دولت به ویژه آموزش و پرورش استانها خبر داده بود. یکی از اعضای فرهنگستان آموزش به زبان مادری در میان ملیت‌های ایران را موضوعی بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت اگر دولت بخواهد به حوزه زبان‌های محلی وارد شود کار ما زار است. برخی از اعضای فرهنگستان نظیر فتح الله مشتبایی بحث آموزش زبان مادری در میان ملیت‌های ساکن ایران را موضوعی وارداتی و توطئه بریتانیا تلقی کردند و این در حالی است که بر اساس اصل 15 قانون اساسی رژیم ایران استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. مخالفت اعضای فرهنگستان زبان فارسی با آموزش زبان غیر فارسی در میان فعالان فرهنگی، سیاسی، نویسندگان و روزنامه‌نگاران با واکنش همراه بوده است. کانون نویسندگان کردستان در بیانیه‌ای به موضع فرهنگستان زبان و ادب فارسی واکنش نشان داد و در این باره اعلام کرد که چنین موضعی نشأت گرفته از دیدگاه سران امنیتی رژیم ایران است، نه موضع زبانشناسان. همزمان در پی مخالفت اعضای فرهنگستان زبان فارسی با تصمیم دولت روحانی مبنی بر آموزش زبان مادری در استانهای ایران، نمایندگان شهرهای کردستان ایران در مجلس رژیم اسلامی ایران ابراز چنین سخنانی را مایه تأسف و حرکت بر خط دشمن قلمداد نمودند. همچنین در رسانه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک در جهت محکوم نمودن اظهارات اخیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی کمپین‌های مختلفی به راه افتاده است که از جمله میتوان به کمپینی که از سوی فعالان کرد با عنوان حق تحصیل به زبان مادری اشاره کرد. این کمپین در نامی سرگشاده که به زبان کردی منتشر کردند درخواست کردند که تا روز 21 فوریه روز جهانی زبان مادری حداقل 10,000 نفر آن را تایید و امضا کنند. این جنبش میگوید مخالفتی با بودن زبان مشترک برای ساکنین ایران ندارد. درخواست این جنبش تنها آن است که مردم کردستان حق تحصیل به زبان مادری خود را داشته باشند. بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. امشب نیز با برنامه صفحه دیگر در خدمت میهمانان گرامی برنامه جناب آقای جلیل آزادی خواه، سخنگوی کانون نویسندگان کردستان ایران، یوسف بنی تروف، دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران، ناصر بولیدی سخنگوی حزب مردم بلوچستان، ناصر سینا روزنامه‌نگار و اعضای کمپین حق تحصیل به زبان مادری، علیرضا اردبیلی سخنگوی اتحاد ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی بیرلیک و جوما بورش سخنگوی سازمان دفاع حقوق ملی خلق ترکمن در خصوص مخالفت اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با آموزش زبان‌های مادری در خدمتتون خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد و این بحث را با میهمانان گرامی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر جناب علی، جناب آقای جلیل آزادی خواه. با سلام و شب بخیر جناب آقای ترکمن، امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید. بله جناب آقای آزادی خواه، شما به عنوان سخنگوی کانون نویسندگان کردستان دلیل مخالفت فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تدریس زبان‌های مادری در ایران را در چه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید اظهارات اخیر فرهنگستان ادب و زبان فارسی با قانون اساسی خود رژیم ایران در تضاد نیست؟ بله، شکی نیست که اظهارات اخیر گردانندگان فرهنگستان زبان فارسی در ایران با بخش‌های مشخصی از قانون اساسی خود رژیم هم در تضاد آشکار است.
از جمله بند 15 قانون اساسی که محصول قیام بهمن است و رژیم الان 30 چند سال از اجرای آن تفره میره و میخواد بازم تفره بره. این اظهارات نظری که در فرهنگستان شده دقیقا در تضاد با همین اصل است. البته مسئله رو اینجا من دیگه به عنوان یک فاجعه نگاه میکنم، وقتی که یک ذهنیت توتالیتر در بخش فرهنگی و حوزه مدنی در کشور ایران اینجوری داره داوری میکنه در مورد زبانهای نمحلی، بلکه زبانهای ملی ملل مختلف ایران که غیر فارس زبانن و در راستای پیمودن تاریخ زبان مسلط و همان گفتمان مسلط توتالیتر که از بعد سیاسی متاسفانه به بعد فرهنگی و به بعد مدنی و به بعد ادبی انتقال پیدا کرده و این نگاه کلیتها و تمامیتها از حوزه سیاست به حوزه فرهنگ انتقال پیدا کرده، این رو باید یه فاجعه خواند. اصلا و ابدا چنین اظهار نظرهایی نمیتواند کارشناسی باشه، نمیتواند اظهار نظر فرهنگی و مدنی باشه. دقیقا این اظهار نظرها یک اظهار نظر امنیتی و سیاسی که در چارچوب پروژه های امنیتی و نگاه سیاسی و توتالیتر و تمامیت خارجی میشه این رو به قول معروف مقایسه کرد و دید. اکنون زمانی است که آزاد اندیشان و دیگر اندیشان مخالف با سیاست های فرهنگی و کلیت رژیم در حوزه ملت مسلط ایران یا ملل فارس که با این رژیم مشکل دارن و اصلا از نظر اندیشگی و نگاهشون متفاوته با مسائل فرهنگی و سیاسی، مرز بین خودشون یعنی مرز بین آزادی و توتالیتریسم فرهنگی و سیاسی رو مشخص کنن. اکنون زمانی است که آشکارا نبرد مدنی فرهنگی برای حقوق فرهنگی و مدنی مردم با گردانندگان رژیم و کسانی که چنین ذهنیت‌های امنیتی رو دارن آغاز شده است. جای این است که الیت فارس، الیت زبان مسلط یا گفتمان مسلط، مرزبندی مشخص خودشون رو با دستگاه سیاسی و با دستگاه فکری فرهنگی که محصول همین رژیم سیاسی و از تولید همین رژیم سیاسی کاملا مشخص بکنن. بالاخره در حوزه فرهنگ و در حوزه مسائل فرهنگی و زبانهای ملی ملل مختلف ساکن ایران. بله، خیلی متشکر از جناب علی. جناب آقای جلیل آزادی خواه، سخنگوی کانون نویسندگان کردستان ایران، در پایان با زبان کردی میخوام جناب علی اشاره داشته باشین به اینکه زبان مادری حق مسلم همه انسان هست. بله که بگمان اما راستی چی روانه و جزی او مفهنه که بچون ترین پرسیار و گمان هاو ما گرد زوانی دایک زوانی که هیچیک لپک هات هستره که کانی کسایتی مروبا لحر نتویگ دلو لحر کوی جوگرافیه هم جیهانه دا قرار بگره. هرش کردن با سر زمانی دایک، هرش کردن با سر بونی انسان لپک هاتی خوی دا و سرینوی وگ مروبه که خوانی شناس کلتور میجو و زبانی که تایبته با پولیم کردن و در برینی خوی که لهمو استکانی جیهان دا معنی پیدا بخشه، سامی پیدا بخشه، رگای با دکاتو ولا یک کلام داده توانم بلیم زبان کلیلی که گیشتن و خندنوی جهان و مروفا کاته که بتوی زبان لی انسان ور بگریتو و اتا کلیلی خندنوی خوی جهان و مروفی لی ور بگریتو و اما حولی که زور فاشستانیه بده هیت رو پیماییک بس رینوی میجو، بس رینوی مروف و بس رینوی بونوریک که به زبان و زندو و زبان در خواهی پیناسه دکا. بله. هم سیاستی دطلاب دارانی رژیم اسلامی لماوی 30 چند سالی خواهنده لرهندی سیاسی در درجه ها با و چهاروانی زکر درجه به داخل مخابنکن لوی دایا که فرهنگستانی گدد امرو تدریجه بده و استکاتی وی بشکانی وکو کانونی نوسران و روشنام نوسان و خوانرایانی فارس و زمانی دطلاب داریتی فارس سنوری خویان و میوان ام ذهنیت توتالیتره که دیره مروف ایرانی بسرته و یا مروف دیگه لو مروفه که خوی پناسی دکا بسرته و نیشان کن و بردنگ بین بردنگیان به معنای قبول کدنی او بر پرسایت نیجوی اخلاقی فرهنگی مدنیه که رژیم لروانگی سیاسی خوی به خلکان ایرانی تحمیل کرده. بله، خیلی متشکر از جناب علی. جناب آقای جلیل آزادی خواه، سخنگوی کانون نویسندگان کردستان، شب خوشی داشته باشید. دوست باش. جناب آقای یوسف بنی تروف، دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران، درود بر شما. و بینندگان تلویزیون تیش،
جنبالی به عنوان فعال عرب و دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران، اثرات فرهنگستان ادب و زبان فارسی در خصوص مخالفت با زبانهای دیگر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فرهنگستان زبان و ادب فارسی از همون تأسیسش در 1314 شمسی در واقع نگاهبان فقط یکی از زبانهای ملیتهای مختلف ایران بوده، نه بلکه به نوعی ابزار سرکوب و پایمال شدن حقوق زبانی و فرهنگی ملیت‌های مختلف بوده. میدونید اون زمان در دوره رضا شاه این فرهنگستان را ایجاد کردند تا در درجه اول با زبان عربی مبارزه بکنند و به تدریج این زبان‌ها، این فرهنگستان مختلف در دوره محمد رضا شاه و هم اکنون فرهنگستان سوم همین مسئولیت را به عهده داره، یعنی نگاهبانی و پاسداری از یک زبان و به زیان و ضرر سایر زبان‌های ملیت‌های مختلف ایران. و از این البته نهاد چنین چیزی هم بعید نیست، به دلیل اینکه در نهادی که خانم ژاله آموزگار، خواهر سیروس آموزگار، نخست وزیر دوره شاه عضویت داره و اونجا هم مخالفت خودش رو صریح اعلام کرده، یا حداد عادل کسی که در واقع به وسیله حمایت قدرتمندان به این پست و مقام رسیده، و دیگر ناسیونالیست های تندروی که در اونجا جمع شدند و شمشیر مرگ بر روی دیگر زبان های موجود در ایران کشیدند، بیش از این در واقع انتظاری نیست. ولی توقع ما از شخصیت ها و نهادهای سیاسی، فرهنگی و مدنی و فرهنگی فعال در درون ایران و خارج از ایران هست که به هر حال صدای خودشون را بلند بکنند در واقع در دفاع از یک حق انسانی که هم قوانین بین المللی و هم حتی خود قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران هم به رسمیت شناخته، از فرزن قانون نویسندگان ایرانی که یک نهاد مستقل مدنی و مبارزی هست، انتظار میره که صدای خودش رو در دفاع از در واقع حق آموزش زبان مادری ملیت‌های غیرفارس بلند بکنه. وقتی قانون نویسندگان که من البته عضوش هم هستم و افتخار عضویتش را دارم، شعار آزادی بیان بی حد و مرز، باید این را بهش اضافه بکنه آزادی زبان در حد و مرز ایران. یعنی کافی نیست که آزادی بی حد و مرز را ما برای یک زبان فقط بخواهیم و چشم بپوشیم نسبت به سایر زبان ها و فرهنگ های موجود در ایران، فرزن زبان و فرهنگ ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی و دیگران، و نیز از انجمن های روزنامه نگاران، جامعه روزنامه نگاران ایران و دیگر نهادها و شخصیت های حقوق بشری، فرهنگی و مدنی انتظار میره که در این کارزار در واقع دفاع بکنند از حقوق، از یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی ملیت‌های غیر فارس در ایران. بله، و سخن پایانی جناب عالی کوتاه در خصوص زبان مادری با زبان عربی. انا في الواقع خاطب شعبنا العربي الاحوازي في عربستان، ويعني أرجو من هذا الشعب أن يستمر في نضاله من أجل إحقاق حقوقه الثقافية والسياسية والاقتصادية المغصوبة
فهذا الشعب الذي يقدم كل يوم شهيدا تلو الشهيد، فيراد منه ونريد منه أن يوسع نضاله السياسي الجماهيري الثقافي كي ويساند يعني حق التعليم باللغة العربية وسائر اللغات القوميات الأخرى، ويناضل من أجل هذا ويستمر في نضاله من أجل حقوقه التاريخية والثقافية واللغوية. خیلی متشکر جناب آقای یوسف بنی‌تروف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران. شب خوشی داشته باشید. شب خوش. جناب آقای ناصر بولیدی، سخنگوی حزب مردم بلوچستان، درود بر شما. با تشکر و با عرض سلام به شما و همه کسایی که صدای منو میشنوند. بله. جناب آقای بولیدی، جناب علی، نقش زبان مادری بر فرزندان و کودکان ملیت‌های تحت ستم در ایران را چگونه می‌بینید و دلیل مخالفت رژیم ایران و علل خصوص فرهنگستان ادب و زبان فارسی با زبان ملیت‌ها و با زبان مادری ملیت‌های تحت ستم در چی است؟ ببین، مسئله زبان خوب یک مسئله شخصیتی برای یک فرد هستش و یک بخشی از هویت ملی فرد و همینطور یک بخش هویت انسانی کسی هستش که با اون زبان صحبت میکنه. تغییر زبان در واقع در طرف رژیم ایران در اون پروسه سیاسی قرار گرفته که میخواد این ملیت‌ها رو کلن تغییر بکنه و بگه که شما یک انسان کامل نیستین و انسان کامل کسی در ایران هستش که زبانش فارسی باشه. و به همین کسایی که میگه وقتی که ایران یک کشور چند ملیتی هستش و در آن ملیت‌های مختلفی مثل بلوچ، کرد، ترک، ترکمن، لور، عرب و فارس وجود داره، همه این کسایی که امروز از زبان فارسی و یا با اسم خلیج فارس خودشونو میبندن، اون موقع میگن در ایران فارس نیست، ما همه ایرانی هستیم. ولی وقتی مسئله زبان پیش میاد یا وقتی مسئله نشانهای زبان فارسی پیش میاد یا از فرهنگ فارسی پیش میاد، اینا میبینیم که اونجا دیگه خیلی ناسیونالیسم فارس میشن. ولی در مقابل مثلا در تغییر اسمای عربی، در تغییر اسمای شهرهای مکردنشین یا ترکمن یا بلوچ یا لور یا جای دیگر در ایران هیچ وقع هیچ گونه عکس العملی نشون نمیدن، بلکه خواهان آن هستند. و اینم دلیلش هم همینه که رژیم یک سیاست در واقع کشتار نیروهای سیاسی ملیت‌ها رو جلو میبره، چون بخشن نیروهای اپوزیسیون ایران هم از این مسئله رو از دولت میخوان که این بخش رو که اونا هم به این شکل میبینن که اینا میخوان ایران به یک شکلی تقسیم بشه، به یک شکلی در ایران به اصطلاح تقسیم قدرت و یا تقسیم فرهنگی بشه و یا آزادی مذهب وجود بیاد که برتری اونا از بین بره و اونا میخوان که از این سیاست رژیم طرفداری میکنن. و این نمونه مثلا این سازمان فرهنگی به اصطلاح زبان فارسی هم یه نمونه از این مسئله هستش. حتی دولت جمهوری اسلامی ایران اساسا احتیاجی نداره به این حرفایی که مثلا ما میایم بررسی میکنیم مسئله زبان رو که زبان مادری به اصطلاح تحصیل بشه، بلکه این باید اجرا بشه، چون این حق طبیعیه. یعنی اینی که به یک انسانی بهش بگن که تو غذا بخور یا نخور، ما اینو در قانون اساسی مینویسیم یا اینو ما صحبتشو میکنیم که به شما برسه یا نرسه. این در واقع تحصیل به زبان مادری از زمانی که تحصیل به اصطلاح چیز عمومی شده برای انسان‌ها، برای کسایی که زبان مادری رو دارن، برای اونها یه چیز خیلی طبیعی باید باشه. مثلا در هندوستان اینو بعد از اینکه انگلیسی‌ها رو بیرون کردن، زبان مادری همه ملت‌ها رو اونجا به تدریس می‌کردن و همینطور در همسایگی ایران مثلا کشوری مثل عراق، اونجا هم ناسیونالیست‌های عرب حکومت می‌کردن ولی گذاشتن زبان کردی رو تحصیل بکنن و امروز می‌بینیم که دانشگاه‌های کردستان در اونجا با زبان کردی در همه ستوت از کلاس اول تا دانشگاه تدریس می‌کنن، در حالی که مثلا مردم کرد در ایران این حقوق ندارن، در حالی که ایرانیا و بخشان هم خیلی از کردها به اصطلاح این موضوع رو مطرح میکنن که آریایی هست. البته من خودم معتقد به نژاد آریا نیستم و هیچ معتقدم نیستم کردها و فارس آریایی هستن، ولی به هر حال این ادعا رو میکنن در بین خودشون. و حتی همینجا هم شنیدم که مثلا قانون نویسندگان کرد، یا نمیدونم یکی به حالا اگه اشتباه کردم به هر حال معذرت میخوام، گفته بودن که ایران زبان مشترک داره. و اینم یه اشتباه فرهنگی و یک اشتباه زبانشناسی، چون خود من رشتم زبانشناسیه. ما کردها یک زبان مشترک دارن و اونم زبان کردیه. اگه کردها با فارسی زبان مشترک دارن، در واقع این زبانشون فارسیه. نه، زبان مشترک ما بین ملیت‌های مختلف در ایران. همین هم خودش اشتباه است. برای اون زبان ارتباطی میتونه باشه فارسی که برخی میتونن استفاده کنن برای ارتباط گیری با هم دیگه، به همون شکلی که مثلا مردم هندوستان از زبان هندی و انگلیسی برای ارتباطی استفاده میکنن. و
ولی اون زبان مشترکشون نیست. زبان مشترک زبانی هستش که آدم با مثلا من با بلوچای پاکستان زبان مشترک دارن، ولی با یک ترک آذربایجانی زبان مشترک ندارم. با ترک آذربایجانی میتونم با زبان فارسی یا با زبان انگلیسی، و اینجا هم خیلی از ترک آذربایجانی با زبان سوئدی بزرگ شدن فارسی نمیدونن، خب من با اونا با سوئدی صحبت میکنم. در واقع زبان مشترکی با اونا ندارم، بلکه زبان ارتباطی مختلفی میتونیم در رابطه با هم دیگه استفاده بکنیم. زبان این موضوع خیلی مهمه که همین موضوع هستن که برخن اون شونیستای فارس استفاده میکنن وقتی که مسئله تاریخ مطرح میشه، وقتی مسئله زبان مطرح میشه، که ما در ایران مثلا یه زبان مشترکی داشتیم که همچین چیزی نیست. ما در ایران هیچگاه زبان مشترکی نداشتیم. در ایران زبانهای ارتباطی مختلف در شرایطهای مختلف استفاده میشدن، ولی ما در واقع یک زبان مشترک داریم با ملت‌ها و مردم خودمون، و زبانهای ارتباطی مختلفی با افراد مختلف و در شرایط مختلف در همون سر جغرافی سیاسی ایران داشتیم و یا در شرایط مختلف دیگری داشتیم. و این برای سیاست کلی رژیم رو نشون میده و سیاست کلی بخشان روشنه. یعنی مسئله سرکوب در ایران و مسئله اینی که ایران بقیه ملت ها رو تغییر میکنن از لحاظ زبانی و از لحاظ کاری و از لحاظ مذهبی، آزادی مذهبی نیست، همه اینا بخشان به این دلیل هستش که همونطوری که یک آخوند ایرانی به عنوان یک ملا، خب بازم باید گفت که همه آیت الله و اوجت الاسلام اینجور فکر نمیکنن، و اولا مثلا طرفدار این تعویض مذهبی هستن، سرکوب مذهبی سنی ها و یهودی ها و یا مسیحی ها و یا بهایی هستن، به همون شکل بخشان نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی و نیروهای فرهنگی و سازمانهایی که در ایران و در خارج کشور هستن، اونا هم بخشان از این سیاستهای تبعیض فرهنگی، سرکوب فرهنگی حمایت میکنن. و به همین شکل هم هستش، همونطوری که آقای یوسف بنیتروف اشاره کردن، یک کسی که مثلا از لحاظ سیاسی خانواده‌ای که در زمان شاه بودن و یا حالا خانواده‌ای که مثلا با خامنه‌ای نزدیک هستن، در رابطه با مسئله زبان و ملت‌ها به یک شکلی فکر می‌کنن و این مسئله زبان ملت‌ها رو میگن یک چیز وارداتیه. در واقع این من بلوچ به ایران در ایران وارداتی هستم، یا کرد یا ترک یا ترکمن یا عرب یا لور یا زبان‌های دیگری که در ایران هستن وارداتی هست. اینا از کجا اومدن که در ایران وارداتی باشن؟ از انگلیس اومدن. در واقع این سیاست ناسیونالیستی که در ایران فعلا این دولت اجرا میکنه، اون سیاست وارداتی هستش که میخواد بر اساس فاشیسم اروپایی که یک زمانی موسولینی و هیتلر اونو نمایندگی میکردن، بر اون اساس یک ملت، یک دولت با یک زبان و با یک تاریخ به وجود بیاره. بله. این خودش به صلاح در آینده جامعه ایران و همانطوری که جامعه و جامعه دیگه بودن دچار تنش سیاسی میکنه، و همینطور که امروز میبینیم در ایران امروز همزیستی مسالمت‌آمیز ملی وجود نداره، بلکه سرکوب ملی وجود داره. و این با سرکوب ملی رو اگه بستگی به این دولت جمهوری اسلامی نیست که از اون توقعی باید داشت، باید از نیروهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هم که آقای یوسف بنیتروف گفتن، ما سازمانه مثل شورای کانون نویسندگان ایران هستش که سعی بکنن که بعد از جمهوری اسلامی و شرایطی که وجود در ایران یک شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها به وجود بیاد، یعنی هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ آزادی مذهبی و هم از لحاظ برابری به عنوان شهروند در ایران به وجود بیاد. و در غیر این صورت خب مسلماً این ملت‌ها همیشه نمی‌خوان در یه جامعه زندگی بکنن که خواست اونا برای تدریس یک مسئله خیلی عادی و طبیعی و معمولی، تدریس زبان هم به مسئله امنیت کشور، به مسئله انگلیس و به مسئله نمی‌دونم یک کشور دیگه ربط پیدا بکنه، در حالی که اصلا انگلیسی هیچ ربطی به مسئله زبان در ایران نداره. و به خصوص این ملت‌ها زبان‌هاشون قبل از این که اساساً مردم ایران اسم انگلیس بشنوند، این زبان این ملت‌ها قبل از اون هزاران سال وجود داشت در اون منطقه، و این مردم در اونجا زندگی میکردن و هیچ گونه ربطی با به اصطلاح موضوعات این دولت‌ها فعلا در اون منطقه ایجاد کردن ندارن، بلکه حق طبیعیشون هستش و باید این حق طبیعی هم به رسمیت شناخته بشه و اجرایی بشه، نه این که مثلا در رابطه با اون فقط صحبت کرد. بله، سخن پایانی جناب علی کوتاه با زبان بلوچی. بلوچی ها خوب برال ما باز باشون که دا گوشما حبر کنگون بلوچی زبان ها امیتین که یک روچی بلوچی زبان بلوچستان لوگانی تو که اولی زبان بیتین، چه تلویزیون ها مردم پشاریتین یا مدرسه روتین بلوچی بانیتین و یا گوت چوکان بلوچی حبر بکنتین. و یه ساکین مهمی حبری ایت پرچه که بلوچی مشبه شخصیت جور کند، بلوچی زبان زبانی هست که هزاران سالا می پیت پیروکان مردم ها حبر کتا گو مروچی پا ما شیارتا رسینتا. مروچی که دنیا دیما رو بگیند ما باید کوشش کنیم و زبان دیما رو بریم، بلکه نه و زبان پشتا رو بریم. پرچه زبان دیما رو بگی پی چیز پیش داریده که ما دنیا بهتر زانه، دنیا شرطه سرپد می و دنیا ما را هم شرطه سرپد بیتند. اگر با اوتی زبان رو ویل بکنه
یه چیزی بیتند که مردم آواتی شخصیت آواتی رواج آواتی انسانیت هم چه دست داد دیمترا و یه چیزی که حکومت بشی کشم زبان لحجه بهتری مشمره کار دیم و همه مردمان یک متهران ها دیگه جاگه نشتگن زبان فارسی هم برکن آیا هم کار نرسی آیا هم شهر چیزی نرسیدن بل ما بلوش بایدن کوشش کنیم که وطی زبان ها بداریم وطی زبان ها تحصیل بکنیم و دولت هم فشار بیاریم که بلوچی زبان ها مدرسه ها چم اولا تا آخر ما باید بتونیم بوانیدی باشی بلوچی یک بحری چم زندگی ها و یک بحری چم هستی هایند. بله خیلی متشکرم از جناب علی جناب آقای ناصر بولیدی سخنگوی حزب مردم بلوچستان، شب خوشی داشته باشید. تشکر و درود بر جناب علی جناب آقای ناصر سینا، روزنامه نگار و از اعضای کمپین حق تحصیل به زبان مادری. سلام بر شما جناب پورکریم، همکارانتون، مهمانان گرامی برنامه‌تون و همه بینندگان تلویزیون تیشک. بله در ابتدای برنامه اشاره داشتم به این مسئله که کمپینی در فیسبوک تحت عنوان حق تحصیل به زبان مادری راه اندازی شده و درخواست کردند که تا روز 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، حداقل 10,000 نفر آن را تایید و امضا کنند. جناب علی، به عنوان یکی از اعضای این کمپین میخوام اشاره‌ای داشته باشین به این موضوع که هدف از راه اندازی کمپین حق تحصیل به زبان مادری چی هست و به نظر شما چرا این حق که یک حق مسلم و طبیعی هر انسانی است در ایران از ملیت‌های مختلف، از اعم از کرد، ترک، ترکمن، عرب و بلوچ سلب شده؟ همانطور که خودتون هم به درستی بهش اشاره کردید، کمپین حق تحصیل به زبان مادری دو روز پیش به ابتکار جمعی از کوشندگان فرهنگی و اجتماعی کرد و در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک یه فراخوان داده و طی یک نامه سرگشاده که ابتدا به زبان کردی و سپس به فارسی منتشر شد اعلام کرد که انتظار داره تا روز 21 فوریه که برابر میشه با 2 اسفند ماه، روز جهانی زبان مادری، حداقل 10 نفر اونو امضا و تایید بکنن. پاسخ سوال شما رو من اینطوری میتونم بگم که در این نامه همانطور که اومده تحصیل به زبان مادری حق مسلمه همه مردم و به ویژه کودکان ماست و دولت ها موظفند نیازمندی های تحصیل به زبان مادری شهروندانشون رو تأمین بکنند. از همه مردم کرد خواسته شده در این نامه که تا اونجا که میتونن و فرصتش رو دارن در روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها و نیز در شبکه های اجتماعی، در ارتباطات گروهی و فردیشون، در ارتباطات خانوادگیشون به زبان کردی صحبت بکنن و بنویسن. ما از والدین خواستیم که در امر آموزش کودکانشون در خواندن و نوشتن به زبان مادری بهشون کمک بکنند. حقیقتش تجارب شخصی مبتکرین این کمپین و همچنین پژوهش‌های انجام شده علمی نشون میده که تشویق کودکان توسط والدینشون برای یادگیری زبان مادری واقعا کمک جدی میکنه به وضعیت آموزش بهتر، به خودآگاهی، به حس هویت فردی آزاد افراد و بهره‌مندی از حقوق یکسان و نیز درک بیشترشون از پیرامون. میدونید که مبتکرین این کمپین اقدام اخیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو به عنوان یک مسئله مطرح کردند، چون این سازمان به مثابه یک سازمان شبه فرهنگی حکومتی و همچنین برخی از شخصیت‌های امنیتی و حتی نظامی سپاه پاسداران که در جلسه چند روز پیششون با اجرای طرح آموزش به زبان مادری در مدارس مخالفت کرده بودند و اعلام کردند که بهره‌مندی ملل ساکن ایران از حق تحصیل به زبان مادری باعث تضعیف زبان فارسی میشه، این رو نادرست میدونند و محکوم میکنند. این گفته‌های مطرح شده از دید مبتکران این کمپین تلاشی هست برای تشویق بخشی از مردم ایران به دشمنی با سایر بخش‌ها و آشکارا بگم تشویق فارس زبانان به مخالفت و دشمنی با غیر فارس زبانان. ولی کمپین اعلام میکنه که این جنبش دشمنی و مخالفتی با هیچ زبان، با هیچ ملیت و گروه قومی و ملی دیگری نداره و حتی مخالفتی هم نداره با بودن یک زبان مشترک برای ساکنین جغرافیای ایران. درخواست این جنبش تنها اونه که مردم کردستان حق تحصیل به زبان مادری خودشون رو داشته باشند. بله
در پایان جناب آقای ناصر سینا، سخن پایانی شما و درخواست شما با زبان شیرین کردی. بله. سلام الله همو خوشگوبرانی بارس دوانه که دنگی ایمه دویست نو رنگ منده بینن. پیامم هەیە بۆ دایک و باوکەکان کە ئەوەندە دەتوانن یارمەتیداری مناڵەکانیان بن بۆ فێربوونی خوێندنەوە و نووسین بە زمانی دایک. دڵنیابن لەوە کە ئەمە یارمەتیان دەدات بۆ باشتر فێربوون، بۆ خۆناسین، بۆ هەستکردن بە ناسنامەی کەسایەتی ئازاد و خاوەنی مافی یەکسان و بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە دەوروبەریان. 30 ساڵ ئەزموونی خۆم لە کاری ڕۆژنامەوانی لە کوردستان تاران لە دەرەوەی وڵات پێی سەرماندووم کە کوردی زمانی ئەدەبە، زمانی هونەرە، زمانی میدیایە، زمانی زانستە. بە کەمی مەگرن بزانن کە کوردیش وەکو هەموو زمانەکانی تر زمانێکی زیندوو گرینگە، دەتوانێت تا ئاستی گەلێ بەرز لە زانکۆکانیشا بەکار بهێنرێت. بە ئەم زمانە وەک نیشانەیەکی گرینگی پێناسیینەتەوەی خۆمان بزانین. بژی مافی خوێندن بە زمانی دایک، ئێمە داوای مافی مناڵەکانمان دەکەین و دژایەتی زمانەکانی تر ناکەین. زۆر سپاس، متشکرم جناب آقای ناصر سینا، روزنامه‌نگار و اعضای کمپین حق تحصیل به زبان مادری. شب خوشی داشته باشید. شبتون بخیر. جناب آقای علیرضا اردبیلی، سخنگوی اتحاد ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی، بیرلیک، درود بر شما. با سلام خدمت شما، بینندگانتون و دوستانی که صداشون رو شنیدن، آقایان ناصر سینا، ناصر بولیدان و آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف. بله. جناب آقای اردبیلی، آیا تدریس زبانهای مادری در ایران واقعا به زیان زبان فارسی است و فکر میکنین دلیل مخالفت فرهنگستان ادب و زبان فارسی با زبانهای مادری در ایران چیست و آیا زبان فارسی در ایران آینده میتونه زبان مشترک باشه یا اینکه به گفته برخی ها حتی زبان رسمی ایران باشه یا تنها یک زبان ارتباطی باشه بین ملیت‌های مختلف در ایران؟ اول از آخر صحبت شما شروع کنم که در کشوری که من زندگی میکنم یعنی سوئد، 4 تا ما زبان رسمی داریم، یعنی غیر زبان سوئدی که زبان اکثریت مطلق جامعه است، حتی زبان های بسیار کوچکتر، زبان یهودی های دیش، زبان کولی ها، زبان رومانی و زبان فنلاندی هم با اینکه متکلمی به زبان های تعدادشون بسیار کمه، زبان های رسمی حساب میشن. بعد این از این مسئله. و در نتیجه هیچ تضادی نیست که اگر ما بتونیم در ایران همه زبان های موجود در ایران زبان رسمی باشن در منطقه که هستن و ارتباطاتشون خودشون به شیوه خودشون حل بکنن. زبان فارسی به عنوان زبان رسمی یا به عنوان زبان رابطه یا به عنوان زبان اتصالی یا به هر عنوانی که بهش بدیم 100 سال قبل از این، 90 سال قبل از این موقعیت رو داشت، اعتماد رو بهش داشتیم، ولی امروز به دلیل که تبدیل شده در 90 سال به یک زبان قاتل، البته انتخاب مسئله با جامعه است، با اکثریت جامعه بدون سر مسئله نظر بدن، ولی من با این زبان به شدت با هر دادن هر حقوق ویژه زبان فارس، زبان مقدس، شیرین، سلیس برای ملت شریف فارس و زبان بقیه ملت هم برای خودشون هم شیرینه، هم سلیسه و هم رسمیه و الاخر. یعنی هیچ موقعیت ویژه ما نباید به یکی زبان ها بدیم و اگر زبانی هست اون زبان میتونه زبان انگلیسی باشه که به درد دیگر ما هم بخوره، چون ما نمیتونیم، من انسان که قبلا من توی برنامه شما گفتم ما نمیتونیم ما سلینگ آفون را بندازیم که زبان های مختلف بتونیم یاد بگیریم. عملا اگر بخوایم زبان رسمی رو فارسی یعنی زبان رابط باشه، ما ملت های غیر فارس مجبورن غیر از زبان خودشون زبان فارسی هم یاد بگیرن، در نتیجه امکانی برای زبان انگلیسی نخواهد بود و اون موقع هم ما عقب خواهیم بود. این از این مسئله. اما در مورد این که گفتید دلیل مخالفت چرا فرهنگ، در مورد فرهنگستان، خود فرهنگستان به نظر من یک نکته بسیار جالب، دوستان مسئله اشاره کردم، من این مسئله جدید بیشتر اضافه کنم به صحبت های دوستان، اونم اینه که کلن این صحبت هایی که اینا میکنن در ایران، فرهنگستان حرف هایی که زده در مخالفت با حق خاموشی زبان ما داره، این رو من در اروپا توسط یعنی اروپا داریم، کشورهای غربی هم، کشور دموکراتیک هم داریم، با این فرقی در اینجا این حرف از زبان جوانای کم سن سال سرتراشیده معروف به اسکین هیت با پوتین سربازی و لباس نظامی و در واقع طبقات بسیار پایینی جامعه زده میشه، افراد بی خبر از دانش و سواد و موقعیت اجتماعی،
و تعداد بسیار کم در ایران از عالی ترین ارگان در واقع علمی کشور که باشه این فرهنگستان، که من نمیدونم اگه این فرهنگستان است بس به جای روشنفکرا و تارکستان مملکت کجاست. یک مسئله دیگه هم اینه که این شیوه که فرهنگستان مسئله مطرح میکنه به نظر من بسیار خشنتر و بسیار در واقع غیر انسانیتر و غیر عقلانیتر شیوه که راسیست های اروپایی مطرح میکنه. راسیست های اروپایی معمولا این مسئله رو میگن که مزاحم ریاضیات نشه، چون وقتی شما زبان مادری خودتون آموزش میکنید مجبوری از کلاس ریاضیات یا کلاس زبان انگلیسی بیاد بیرون بره کلاس زبان مادری بشینید. مسئله که مثلا در سوئد مطرح میکنن میگن بودجه آموزش زبان مادری رو بدید به سازمان های خود گروه های مهاجر، سازمان NGO های خود گروه های مهاجر، اونها در ساعت غیر درسی با برای بچه های خودشون زبان مادری خودشون اونها را یاد بدن. یعنی با این شیوه مطرح میکنه، نه اینکه اصل مسئله خود. تازه اینا جریانات راسیستن که اینجا مثلا 2-3% بعضیاشون بیشتر رأی ندارن. یا مثلا در روسیه شوروی ما میذارم که مثلا زبان روسی بود، زبان های بقیه هم همه در مناطق خودشون تدریس میشدن، هر امکانی داشتم. منتها شیوه در واقع اون ناسیونالیسم روسیا این بود که یه خورده شرایط رقابت رو برای زبان‌های غیر روسی سخت بکنه، یعنی که از بیخوبون اینها را اصلا قدغن بکنه یا جلوی ورود اینها به محیط آموزش بگیره، این رو نداشتن. یک مسئله دیگر هم که شما هم اشاره کرده بشه آیا به زبان فارسی ضرری دارد یا نه، به نظر من خود این مسئله بخشی از بحثی که در ایران الان در رسانه‌ها پیش میره. موافقین آموزش زبان مادری سعی میکنن ثابت بکنن که اگر ما این کارو بکنیم هیچ اهانتی به ساحت مقدس زبان فارسی نخواهد شد و یعنی که ضرری به زبان فارسی نداره. این مثل این که یه مسلمان بیاد بگه مثلا به خاطر اینکه حق انتخاب دین خودش دفاع بکنه بگه مثلا دین من زیانی به حال دین بودا نخواهد داشت، یا مثلا من روشنی یا توهین آقای مثلا دالائی لاما نمیکنم. به نظر من ما نیازی به همچو استدلالی ندارم. خود وجود این پیش اومدن همچو نیازی اون در واقع سخت بودن و در واقع غیر انسانی بودن جو داخل کشور توضیح میده. من یادم حدود 20 سال پیش وزیر خارجه وقت سوئد خانم لینا یلمالن توی کنفرانسی گفتن دین اسلام، چون 100,000 نفر مهاجر داریم که دینشون اسلامی هم از کشورهای اسلامی میان، حالا معلوم نیست به اسلام اعتقاد دارن یا نه، این 100,000 نفر این دلیل دین اسلام یه دین سوئدیه. یا مثلا خود روسیه امروز معتقده که روسیه دین اسلام بخشی از هویت جامعه روسیه به خاطر اینکه بخش بزرگ از شهرونداش روسیه و حتی خواهان عضویت در کنفرانس کشورهای اسلامی شده فدراسیون روسیه. یعنی این شیوه که اینا در حالی که ما به برام میگه که شما همش مثلا آذربایجانی فقط 1000 سال ترکن، یعنی از نظر خانم لینا یلمالن یه جای اقلیت پاکنده 100,000 نفری که چند سال در سوئد زندگی کردن کافیه که دین اسلام دین سوئدی باشه، ولی در ایران 1000 سال زندگی در ایران یه اکثریت چند ده میلیونی زبانش یک زبان ایرانی نیست و مجبوریم ما با ثابت بکنیم که به حضرت عباس، به خدا، به زمین، به پیغمبر که ما نه دین نظر بدی به زبان فارسی داریم و نه اینکه ما میخوایم چیز از شما بگیریم. ما به خاطر اینکه حقانیت خودمون ثابت بکنیم اصلا و اصلا ما مجبور نیستیم ثابت بکنیم که این کار مثلا فایده برای زبان فارسی داره، ممکنه داشته باشه، مثلا مسئله ما نیست. این حق چیزی که ما را به حق ما را حق تدریس زبان مادری رو غیر از این اشاراتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که بسیار محدود و بسیار نارساست، ولی بیانیه جهانی حقوق بشر تکیه ما به اون سنده، سنت هست که ارزش های عموم بشری و ارزش های عموم جهانی داره و این به ما حق میده که ما از این حق دفاع بکنیم و ما نیازی نداریم که ثابت بکنیم که زبان ما 10,000 سال در ایران بوده و یا اینکه ثابت بکنیم که مثلا تعداد ما چند میلیونه، یا اینکه ثابت بکنیم که زبان فارسی از این سود خواهد دید یا ضرر خواهد دید. بله. مسئله چیزی که به ما حقانیت میده حق منشور جهانی حقوق بشره. بله. کوتاه سخن پایانی جناب علی با زبان ترکی آذری. Aziz dostlar, bir zaman bize dediler ki eğer tahsil sisteminde İran'da siz öz dilinizden keçsiniz, onda en gariben, bunun yani Zaşat Örün söhbetiydi, en gariben Fransa, Belçik ve Suis ve İngilizistan kimi İran bir memleket olacak. O zaman bizim babalarımız Eler Kestavi de, Tağizade de, Zazade Şefek de, birçokları İran şehirden, Kazımzade İran şehirden sayıladı. Bu bilakere bir oyla bu meseleyi güzeşte gettiler. Ben nezarına iştiva elediler. Ki ümit vardılar ki en gariben İran olab
ya Belçika ya Fransa yapılan biri. Neticesini gördük. Neticesi oldu. Cumhuriyet İslami İran yani gülü. Bunun bu neticesi buydu. Bugünleri heç kəs bizim öz dilimizden təhsil eləməyin, qabağın ala, bizə bir vədə verə, onun heç buna etibarı yoxdur. Əgər bir zaman elə Türk şahları fars dilini himayət eləmişdilər, biz nəticəsini gördük ki, bizə bundan məcbur rəftar elədilər və bugünləri İran harda olduğunu görürük ki, belə az iqtisadi İran o cədvəl ki var dünyanın 200 məmləkətin arasında ortadadır. Bəli, qalan şahıslar ki vardı şahıslar keyfiyyətindəki onların baxımından İran hamısında o cədvəlin aşağısında 140, 150, 160, 170 bədən laf elə dünyanın axırıncı məmləkətidir. Yəni bu sistem ki 90 il fars dilinin əsasında qurulubdur, fars dilinin hakimiyyətin əsasında qurulubdur. Nəticəsi budur. Aya biz çox bu işləri dubarə bir deyiləyək, məncə yox. Çox sağ olun. خیلی خیلی متشکر از جناب علی جناب آقای علیرضا اردبیلی سخنگوی اتحاد ملی دموکراتیک آذربایجان جنوبی بیرلیک شب خوشی داشته باشید شب خوش جناب آقای جوما بوروش سخنگوی سازمان دفاع حقوق ملی خلق ترکمن درود بر شما درود بر شما آقای پورکریم بله جناب آقای بوروش اجرای شدن اصل 15 و 19 قانون اساسی رژیم ایران فکر می‌کنین چه تأثیری بر هویت طلبی و هویت خواهی ملیت های تحت ستم در ایران خواهد داشت و دلیل مخالفت فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تدریس و آموزش زبان مادری ملیت های تحت ستم در ایران را جناب علی در چه میبینید؟ آقای پورکریم بنده بورشم بورش میشتم بورش ببخشید بورش آیش میکنم بله ارزم حضور هر دولتی که سر کار میاد در واقع سوگند یاد میکنه که طبق قوانین اساسی عمل بکنه و تمام مفاد قوانین موجوده و مدون رو در واقع اجرا پیاده بکنه یعنی در واقع تمام مسئولین امر رؤسای کشور در قدم اول برای حکومتی کردن در یک مملکت باید این در واقع این طبق این سوگند خودشون عمل بکنن چون وظایف خطیری رو در مقابل شهروندان همه شهروندان دارن و با سوگند یاد میکنن که همه شهروندان رو در واقع در مقابل قانون برابر و مساوی و متساوی حقوق بهشون برخورد بکنن اینه که این از یک طرف قضیه طرف دیگر قضیه اون وظایفی که در واقع یک دولت یک کشور در مقابل جوامع بین المللی داره اون هم در واقع عضویتش در مجامع بین المللی است که اون قوانین اون مجامع رو من جمله معاهدات حقوق بشر رو میثاق حقوق بشر رو رعایت بکنه که زیرش امضا کردن هم در این میثاق بین المللی و هم در قوانین در قانون اساسی خودمون همونطور که شما فرمودین در اصل 15 تأکید شده که در واقع تمام زبان‌های اقلیت‌ها یعنی اینجا در واقع دولت به ملیت‌های دیگر و ملت‌های دیگری که در آن کشور زندگی می‌کنند به عنوان اقلیت بهشون برخورد می‌کنه حالا بگیم که اقلیت در صورتی که دو سوم جمعیت کشورمون رو غیر فارس‌ها تشکیل می‌دن که در این قیاس ما می‌تونیم خیلی راحت بگیم که با توجه به این واقعیت که فارس ها در اقلیت هستند نه بقیه در اقلیت اینه که در واقع میبایست طبق قوانین بین المللی و طبق قوانین اساسی رؤسای مملکت به بحث اینکه این وظیفه رو به عهده گرفتن مسئولیت حکومت رو اجازه رو این اجازه رو به ملیت های دیگر میدادن که به زبان مادری خودشون در مدارس و در دانشگاه تدریس بکنن که خب متاسفانه این کار را نکردن نمی کنن و هم به قوانین بین‌المللی پشت پا زدن و همین که اون قوانین داخلی قانون اساسی خود مملکتشون رو هم زیر پا گذاشتن بله. جالب اینه که این دولت به دو شیوه متضاد به مسئله برخورد می کنن یکی این که موقعی که صحبت از ملت میشه میگن که ملت ایران موقعی که صحبت از زبان میشه میگن که زبان فارسی
که حتی این فرهنگستان اسمش از فرهنگستان زبان و ادب فارسی بله. چرا نبوده که زبان فرهنگستان زبان و ادب ایران بود به ضرب خودشون اگه به این هر معتقدن، یعنی شطر سواری که دلا شدن نداره که بله. دیگه در بنابراین مسئله در واقع گرایش ناسیونالیستیه که در وجود رؤسای این مملکت، گردانندگان حکمرانان این مملکت وجود داره. اینکه در واقع اگه قرار بشه که ملیت ها به زبان مادری تدریس بکنن، این نه تنها هیچ گونه لطمه‌ای نه به زبان فارسی میزنه، نه به اقتصاد کشور، نه به فرهنگ کشور و نه به اجتماع مملکتون میزنه. برعکس این باعث میشه که استعدادها شکفته بشه، این باعث میشه که تمام اون در واقع سدی که در مقابل فرزندان غیر فارس وجود داره بشکنه و کشور رو به سوی تعالی پیش ببره. من خودم واقعا نمیدونم، هیچ گونه دلیلی هم نمیبینم و واقعا آدم در مقابل این هم بی‌مسئولیتی و حتی میشه گفت که خیانت به دو سوم جامعه کشور، به فرزندان کشورمون، این رو به هیچ وجه نمیشه توجیه کرد. بله. جناب آقای جوما بورش، کوتاه سخن پایانی جناب علی با زبان ترکمن. حرمتلی ترکمنی دوستان، bizim dilimiz Türkmen, yeni dilimiz Fasi, Hongot, Bayi dildir. Sizin haiştin şi, şi dili ellen vermen. Her dünya şot vörkezi, ki bir millete ağırdan çıkaracak onun imkan şot dilini ağırdan çıkarmalı. Şu asli devlet, Fas dilinden hem talaşını ediye bizim dilimizi, bizim Türkmenimizi ağırdan çıkartın ve üyümüzde köçede, fiyatlarını hem bir yerde başladığımızdan Türkmence gepleşeyleyin, Türkmence'nin kavga uğraylayın, vülayetçi ıstılaları, vülayetçi lordları, vülayetçi dağlarından el çekeyleyin. Çok sağ olun, yaşam. خیلی ممنون. بله، خیلی متشکر جناب آقای جوما بورش، سخنگوی سازمان دفاع حقوق ملی خلق ترکمن. شب خوشی داشته باشید. بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه صفحه دیگر. تا صفحه دیگر همه شما را به خدا می‌سپارم. شب خوشی داشته باشید. بدرود. Que vous reconnaissiez ce...